خداوند چقدر عظیم است، در قدرت متعال و در جلال شکوه بالاتر از همه. آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد. روز سخن می راند تا روز و شب معرفت او را اعلام می کند تا شب. وقتی که خدا آسمان ها را آفرید، زمین را نیز خلق کرد و آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او روح حیات دمید. خدای محبت مرد و زن را به صورت خود آفرید تا آنها با او مشارکت و دوستی داشته باشند. پس آنها در آغاز به خدا حرمت و عزت داشتند و در هم آهنگی با او زندگی می کردند. این دوستی ادامه داشت تا اینکه یک روز شیطان هوا را برای خوردن میوه منعش شده وسوسه کرد و او به آدم هم داد، او نیز خورد. به این ترتیب انسان از امر خدا نافرمانی کرد و بر راه خود رفت. در نتیجه این گناه انسان از خدا دور شده و از باغ عدن بیرون رانده شد. اما هنوز هم خدا به انسان محبت داشت و هرگز آرزو نداشت از انسانی که خلق کرده بود جدا شود. اما چطور امکان داشت که در عین زمان خدا هم قدوس و عادل باشد و هم انسان را به خاطر گناهش مورد قضاوت قرار ندهد؟ خدا در کتاب مقدس اظهار کرده است که مسیح به حیث نجات دهنده دنیا خواهد آمد. زندگی عیسی شهادت می دهد که او واقعا آن کسی است که انبیا درباره او گفتند. اشعیا نبوت کرد که دختر باکره حامل شده پسری خواهد زایید. چند قرن بعد تولد عیسی این نبوت را تحقق بخشید. کتاب مقدس فرموده است آن مقدسی که تولد شود پسر خدا نامیده خواهد شد. این بدین معناست که عیسی پسر خدا نامیده خواهد شد، البته از لحاظ روحانی نه از لحاظ جسمانی. ما این حقایق را در زندگی عیسی می‌بینیم. او مردم را از امراضشان شفا داد، گناهانشان را بخشیده، آنها را به سوی خدا متوجه ساخت، به آنها جایی در پادشاهی جاودان خدا وعده داد. او خود را به عوض گناهان آنها چون قربانی تقدیم کرد و با قیام خود از مردگان مرگ را شکست داد. عیسی فرمود: هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد، من به خواهش خود آن را فدا می کنم. زندگی عیسی نه تنها نوشته های انبیا را تحقق بخشید، بلکه به حقایق کلام خدا نیز مهر تأیید زد. انبیا اظهار کردند: کلام خداوند مصفا است، کلام تو ای خداوند ابدی است. عیسی فرمود: آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت. عیسی مسیح آمد تا به ما زندگی سرشار بدهد. وقتی که انسان در باغ عدن از خدا نافرمانی کرد، او خودش انتخاب کرد که براه خود برود و اعمال انسان او را از خالقش جدا ساخت. کلام خدا اظهار می دارد همه گناه کردند و نتیجه گناه مرگ است. این به معنی مرگ روحانی و جدایی ابدی از خداست. اما همانطوری که خدا قچی را آماده ساخت تا به عوض پسر ابراهیم قربانی شود، او عیسی همان مسیح را فرستاد که به عوض ما بمیرد. زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی رابطه بین خدا و تمام کسانی را که به او اعتماد می کنند دوباره احیا می نماید. اکنون آن کسانی که از عیسی پیروی می کنند نه تنها گناهانشان بخشیده می شود، بلکه از قضاوت ابدی نیز نجات خواهند یافت. آنها اطمینان دارند که در بهشت با خداوند برای ابد زندگی خواهند کرد. عیسی به هر کس این زندگی را پیشنهاد می کند که توسط آن می توان از گناه و قدرت شیطان آزادی حاصل کرد.
این به مفهوم پیروی از کدام مراسم مذهبی نیست، بلکه انتخاب ایمان آوردن به عیسی است که می فرماید من پشت در ایستاده در را می کوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند داخل می شوم. این به معنی بازگشت به سوی خدا و اعتماد به عیسی است که وارد زندگی ما می شود تا گناهان ما را بیامرزد و از ما انسان بسازد که مورد پسند او باشد. کافی نیست که ما صرف به اساس عقل خود به ادعای عیسی موافقت کنیم، و این کدام تجربه احساساتی هم نیست، بلکه ما او را با فیض از طریق ایمان در اراده و عمل خود قبول می کنیم. وقتی که مردم آماده می شوند که از عیسی مسیح پیروی کنند، آنها می توانند با دعای ساده با خدا صحبت کنند. شاید اکنون شما آماده هستید که در زندگی خود را بر روی عیسی مسیح باز کنید. اگر آماده هستید، شما می توانید در دل خود خاموشانه در این دعا با ما شریک شوید. ای پدر آسمانی، من به عیسی مسیح نیاز دارم. تشکر می کنم که او به خاطر گناهانم بر روی صلیب جان داد. من به گناهان خود اقرار کرده از آن توبه می کنم. من در زندگی خود را برای او باز می کنم و او را به حیث خداوند و نجات دهنده خود می پذیرم. تشکر می کنم که گناهانم را بخشیدی و به من زندگی جاودان عطا فرمودی. از من شخصی بساز که خودت می خواهی، تا من بتوانم یکی از پیروان عیسی باشم. آمین. عیسی در مورد پیروان خود فرمود گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. با تجربه کردن زندگی سرشار که عیسی وعده کرده است، پیروان او هر روز توسط دعا، خواندن یا شنیدن کلام خدا با خدا صحبت می کنند. آنها با دیگران نیز درباره عیسی صحبت می کنند و با کسانی که او را دوست دارند و از او پیروی می کنند به صورت منظم جمع می شوند. این وعده شگفت‌انگیز عیسی را به خاطر بیاورید. تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است و بدانید که من هر روزه تا آخر با شما هستم.